اگر که قرار ما در آینده در دوره بزرگسالی موجود توانا موجود پرانگیزه موجود شادمانی باشیم اگر قرار که ما یک رشد همنوا داشته باشیم رشدی که همه قسمت های بدنی و روحی و روانی ما رو همنوا و سازواره به پیش ببره ما نیاز به ارتباط با طبیعت داریم نبود این ارتباط میتونه به شدت کودک رو معلول نگه داره تخیلات قدرت یادگیری زیباشناسی حس عرفانی نسبت به محیط و طبیعت همه اینها به طریقی تحت تاثیر این رابطه کودکانه با طبیعت هستند گفتیم که کودکی در انسان یک کودکی دراز شده طولانی شده اما صحبت از این نکردیم که چرا این کودکی طولانی شده چرا ما بسیاری از چیزها رو باید در دوران کودکیمون یاد بگیریم همونطور که بچه جوجه اقاب عقاب بایستی یاد بگیره که چطوری شکار بکنه سیدش رو و تکنیک های شکار رو باید کنار مادرش باش که یاد بگیره ما هم نیازمند بیادگیری بسیاری چیزها هستیم ما نمیتونیم کاملا بر قرائزمون متکی باشیم قرائز فقط به درد اون جانورانی میخورد که در یک زیستگاه ثابت زندگی میکنن و همواره شیوه معیشتشون یکسانه ولی ما موجودی هستیم که در محیط های مختلف اقلیم های مختلف جغرافیاهای مختلف زیستگاه های مختلف با آب و هواهای مختلف زندگی میکنیم و در هر کدوم از اینها باید خودمون رو به شکلی با اون شرایط وف